بابت اینکه سپاه پاسداران که میدونیم که حافظ دولت نظام اسلامی از ابتدا بوده، حافظ ایدئولوژی اونها بوده و حافظ مردم نبوده، حافظ ایران نبوده، این رو بدون، حافظ ایدئولوژی نظام اسلامی بوده، حافظ اسلام بوده، حافظ جنگ ها بوده، حافظ غارت کردن ها بوده و خودش هم در تمام موقعیت های کشوری ما اینها دست گذاشتن، از نظر امور اقتصادی، از نظر امور تعلیماتی، همه جا اینها هستن و آسیب رسانیشون بسیار بوده متاسفانه و با دلایل بسیاری که اینها هم ایرانی های مخالف رو ترور کردن، هم خارجی ها رو ترور کردن، هم متاسفانه فضولی کردن به کشورهای دیگه مانند سوریه و و کشورهای دیگه، آسیب رسوندن. بالاخره دولت آمریکا این سپاه پاسداران رو در ردیف تروریست ها قرار داد و اعلام کردش. این جای شوگذاری داره و باید براش خوشحال باشید، برای اون خوشحال باشید، شادی کنید، به همدیگه تبریک بگید و دعا کنید به فیض خداوند، چرا که این مثل سپاه شیطانه، این سپاه پاسداران عین سپاه شیطان هستش و کلن این نظام اسلامی به توسط این سپاه هست، خامنه ای دیکتاتور به توسط این سپاه داره الان حکومت میکنه، خود توی خود سپاه اطلاعات هستش و در اصل دست خود شیطانه، دست شیطان هست که به فیض خداوند ساقط خواهد شد در نام عیسی مسیح و زنده. جای شوگذاری داره که اعلام کنیم که واقعا خدا با ملت ایران هستش. آمین. و خدا برکت به دولت ترامپ رو و خود ترامپ رو که کلیساها دارن براش دعا میکنن عزیزان و ایستاده برای شما مردم. نمیخوام بگم منافع ما رو در نظر گرفته، اون قسم و سوگند خورده برای آمریکا و باید برای آمریکا بیسته، اما مثل اوباما عمل نکرد عزیزان که سال 88 این همه کشته دادیم، نداها جانشون رو از دست دادن، اما اوباما با لابیست‌های جمهوری اسلامی ساخت، با این ظالم زاده هایی که الان توی آمریکا و کانادا هستن ساخت. ترامپ با ملت ایران هست، هم وطنان عزیزم، و چرا که خدا با شما هستش. از این فرصت استفاده کنید و نیز خواهشم این هست، خیلی از سپاهی ها هستن که بسیار انسان های نجیب و خوبی هستن، مانند این خواهرم که اعلام کرد وقتی دید در یک جا داره تبعیض قائل میشه، ظلم هستش، اومد بیرون. هموطن عزیزم که تو ایران رو دوست داری و رفتی توی سپاه، بیا بیرون از سپاه، بیا بیرون قبل از این که دیر بشه، و اگر نمیتونی خواهشم این هستش که دست همکاری به ملت ایران بده قبل از این که دیر بشه. آمین. و تو هم خدای نکرده در کنار اونها چوبی که خشک و تر هست با هم سوخته بشید. بله. روزها روزهای آخر هستش عزیزان. الان نظام اسلامی توی وقت اضافه است، توی وقت اضافه داره بازی میکنه، تموم شده این بازی، پروندهش بسته شده عزیزان. پس هر کسی توی بسیج هست، توی سپاه هست، هر چه زودتر بیاد بیرون تا مبادا آلودگی این همه گناه دامن اونها رو هم بگیره.